بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی خود شروع میکنیم بخیر به سلسله درس های گذشته خود از درس 73. خب در درس 71 و 72 ما ماتریال ها را مورد مطالعه قرار دادیم و یا ای که چه قسم ما یک شکل رنگ آمیزی میکنیم مورد مطالعه قرار دادیم. حالا میخواهیم که یک نرم افزار جدیدی را که ما بتانیم از او در رنگ آمیزی در پروگرام 3D Max از او استفاده بکنیم و کمک بگیریم او را مورد مطالعه قرار ندهیم. خب وری خودش یک نرم افزار است که در پروگرام 3D Max که حالا به نحو انستال از او هم یا نصب کردنش هم آشنا میشیم، یک نرم افزاری است که بالای 3D Max نصب میشه و با استفاده از او ما میتانیم که شکلهای خود رنگ آمیزی بکنیم طوری که به شکل حقیقی جسم ما را نشان میده. فقط وظیفه وره همین است که به رنگ آمیزی جسم کمک میکند تا جسم به شکل حقیقی نشان داده شود. خب میریم به نحو همین نصب پروگرام وره آشنا میشیم. خب صفحه 3D Max باز میکنیم. صفحه 3D Max که باز کردیم، ببینید در این قسمت زمانی که شما میرین مثلا بالای لایت یا گروپ ها که شما کلیک میکنین چیزی به نام وره وجود نداره. همچنان اگر میرین بالای کامرا کلیک میکنین چیزی به نام وره وجود نداره. شما بعد از انستال پروگرام وره قادر به این میشود که در اینجا چیزی به نام وره هم وجود داشته باشه و شما میتونید از او هم استفاده بکنین. همچنان اگر برین در قسمت ماتریال ها، در قسمت ماتریال ها زمانی که ما بریم میرین در قسمت استاندارد، در قسمت استاندارد چیزی به نام وره وجود نداره که با بعد از نصب کردن قادر بشویم که از وره هم ما استفاده بکنیم. خب میریم به نحو نصب کردن وره آشنا میشویم. در نصب کردن پروگرام وره باید ما بیاد داشته باشیم که پروگرام 3D Max خود را بسته کنیم. پروگرام 3D Max خود را که بسته کردیم، بعدش میریم در روی صفحه دسکتاپ. در روی صفحه دسکتاپ ببینید بالاش که ما کلیک بکنیم اینجا همه ورژنش به 64 است. با ویندوز 64 میریم، در این قسمت راست کلیک میکنیم، ویندوز خود هم چیز میکنیم، چک میکنیم که او چند است. این هم 64 بیت است. که 64 بیت بود این هم 64 بیت است. اگر 32 بود است 32 استفاده میکنیم. و همچنان میبینیم که 3D Max ما از کدام چیز است. 3D Max 2010 یا 2015. ما از فقط همین پروگرام وری را چون به پروگرام وری 3D Max 2015 دسترسی نداشتیم، خواستیم که این درس خود را که درس وری هست و از 3D Max 2010 استفاده کنیم چون به پروگرام وریش دسترسی داشتیم. یعنی پروگرام 2010 و 2015 دارای پروگرام وری جداگانه هست. هر پروگرام دارای وری خود است. خب میریم بالای، در حالی که پروگرام ما بسته شده است میریم بالای از این کلیک میکنیم، بالای سیتاپ فولدرش کلیک میکنیم، میره باز میکنیم، سیتاپ شد چیز میکنیم، بالاش کلیک میکنیم که باز شود. از این قسمت نکست میگیریم عین پروگرام های دیگه نکست میگیریم. از این قسمت این انستال تکش برمیداریم، نکست میگیریم. اما مرحله خود اجرا میکنه، باز هم نکست میگیریم. در این قسمت دو اوپن برمیداریم، چیز میکنیم، فنش میگیریم که گرفتیم بعد از اون میریم در قسمت بالایی در قسمت کریک کلیک میکنیم. در قسمت کریک کلیک کردیم این دو گزینه برای ما باز میشه. هر دویش بالایش راست کلیک میگیریم که میکنیم کپی میگیریم. بعد از اون میریم در قسمت کامپیوتر خود، در قسمت کامپیوتر خود در درایو سی، در درایو سی میریم در پروگرام فایل، در پروگرام فایل که رفتیم میریم در قسمت اوتو دسک، در قسمت اوتو دسک در قسمت 3D Max، در قسمت 3D Max که رفتیم همینجا فقط راست کلیک میکنیم چیزی را که کپی گرفتیم پیست میکنیم، در این قسمت ریپلیس میگیریم. خب این را بسته میکنیم، دوباره میریم صفحه 3D Max خود را باز میکنیم. صفحه 3D Max ما که حالا باز شد، میبینین در چند جایی که ای ظاهر شده است.
در چند جایی که ظاهر شده است. در ابتدا میریم بالای لایت کلیک میکنیم. قبلا که کلیک کردیم چیزی به نام وری اینجا وجود نداشت، حالا وجود داره که خود وری را ما کلیک بکنیم هم دارای چندین لایت یا گروپ است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم. که در قسمت گروپ ها شما میتونید به عوض گروپ های استاندارد و مثلا گروپ های فوتومتریک و استاندارد شما میتونید از وری استفاده بکنید که خوب تر از براتان. و همچنان از قسمت کامرا یا کامرا شما هم میتونید که از قسمت کامرا های وری استفاده بکنید که براتان شکل منظمتر و خوب تر نشان میده. خب ناگفته نباید گذاشت که این وقدر قابل بحث نیست. قابل بحث نیست مثلا گروپ هایی که در اینجا وجود داره، گروپ هایی که وجود داره مثلا برای کامرا را چیز گروپ بگیریم، به این شکل همه مشخصاتی که برای کامرا داره یا برای گروپ داره یا برای لایت داره دیگه لایت ها هم داره، یعنی در قسمت لایت ها تشریح میشه. شما با تغییرات میتونید قسمی که در با گروپ های عادی شما تغییرات وارد بکنید و تغییرات در خود گروپ وارد میشه، شما همچنان میتونید که دیگه هم تغییرات وارد بکنید. یعنی با گروپ های هستید مشخصاتش کدام تغییری نداره، فقط کیفیتش بهتر است. خب میم تا به این قسمت ظاهر شد اناله الحمدلله. خب اناله میرین در این قسمت، در این قسمت ببینین یا اینکه عدد 8 فشار میتیم، عدد 8 فشار میتیم میبینین که در این قسمت چیزی برای ما در رابطه با وری وجود نداره. خب میرین در این قسمت، در این قسمت بالای رندرین کلیک میکنین، در قسمت رندر سیتاپ میرین یا F10 فشار میتیم یا شفت کیوره. خب بالا ازی که کلیک کردیم، بالا ازی که کلیک کردیم میایم در قسمت پایینی ازی. در قسمت پایینی ازی ببینید چیزی که نگفته نباید گفت، در قسمت کامان است و در قسمت پایینی ازی اساین رندر است. در قسمت اساین رندر که ما کلیک بکنیم، خب چیزی را که قبلا ما قابل یادآوری میدونم اوی است که حالا با وجود ازی که وری هم انستال شده، وری هم انستال شده، اما زمانی که ما بیایم در قسمت وری انستال شده، اما زمانی که بریم در قسمت ماتریال کلیک بکنیم، در این قسمت بریم در بالای استاندارد کلیک بکنیم، در اینجا وری آمده، وری مچم چی و وری چی و وری چی و وری چی آمده. اما چیزی را که ما ضرورت داریم و میخواییم از او استفاده کنیم چیزی به نام وری MHS یا ML. خب این اینا را بسته میکنیم که تا به حال اینجا ظاهر نشده. میرین در قسمت ایجا در قسمت اساین کلیک میکنیم. در قسمت اساین که کلیک کردیم میریم در قسمت پرودکشن. در قسمت پرودکشن این دیفالت اسکن لاین رندر تبدیل میکنیم به وری. وری را کلیک میکنیم، از قسمت اوکی میگیریم، درست شد. فقط در این قسمت رندر میگیریم، ای بر مظاهر میشه، خلاص. دوباره میریم در این قسمت بالای امی ماتریال کلیک میکنیم، استاندارد میگیریم، چیزی به نام MTL در اینجا ظاهر شد که ما از این استفاده میکنیم که به نحو استفادهش هم حالا چیز میشیم، آشنا میشیم. خب همونطور پیش میریم، خب همونطور پیش میریم در وره. چیزی که دیگر بسیار مهم هست و این از زمانی که ما در قسمت کمون رفتیم بالای از این قسمت اساین رندر کلیک کردیم، در این قسمت وری را انتخاب کردیم. خب دیگر چیزی که در اینجا مهم است، میرین در این قسمت کلیک میکنیم، در امی قسمت وری، در قسمت وری چیزی به نام وری فریم بیفور است. بالا ازی کلیک میکنیم، اینی را همیشه انیبل میگیریم. در این قسمت هم ما میتونیم که اندازه های چی را، اندازه صفحه خود یا اندازه مو تصویری که برای ما در رندر میته، امور بار خود تعیین کنیم. از یک قسمت چیز میکنیم، رندر میکنیم، حالا دو صفحه ما هیچ چیزی نیست، تاریک برای ما نشان میده. اگر احیانا یک شکل ترسیم بکنیم بعدش بره بگیریم، اونو برای ما شکل نشان میده. خب از یک قسمت رندر میکنیم بخاطر از اینکه همون رو یک چک بکنیم تا ای که ببینیم برای ما نشان میده یا نمیده. اگر احیانا ای رو برای ما نشان نمیداد، مشکل ما در کجا میباشه؟ مشکل ما در اینجا میباشه که از یک قسمت، از این قسمت ای چکه که همه هر دو را گرفتیم و در قسمت
پروگرام فایل 3D Max که انداخته میشه در قسمت تو دسک فایل در قسمت کپی درست نشده، مشکل در وجود میباشه اگه احیانا بر ما رندر نمیده. خب ایرام همیشه انیبل میگیریم، ایره که انیبل گرفتیم میرین در این قسمت، در این قسمت که رفتیم ایره همیشه چیز نکنیم آن میکنیم، در قسمت Indirect Elimination ایره هم آن میکنیم، ایره که هم آن گرفتیم بر ما نتیجه چی میکنه؟ نتیجه بهتره بر ما ظاهر میسازه. خب بازی نظر به نو پروژه فرق میکنه که در کجا باید ایره چیز کنه، در کجا باید دوره آن بگیریم و در کجا نه. ببینیم مثلا در اینجا یک شکل داریم آن میگیریم شه بر ما او را از بین میبره، اما زمانی که ایره اون طرف بکنیم چی میکنه؟ بر ما نشان میده. خب به نظر به نو پروژه یعنی ایرم شما میتونین چیز بگیرین؟ آن بگیرین. خب یعنی امو چیز تاریکی جسم. خب این بود چیزهای مهم در قسمت رندرینگ یا در قسمت وری، در قسمت وری ماتریال. خب اینال میریم که ببینیم چه قسم از این چیز وری استفاده میکنیم. اما فشار میدیم که ماتریال باز شده. ماتریال که باز شد یکی از شکلها را انتخاب میکنیم، هر کدامش که باشه یکی از همین شکل توپ مانندها را انتخاب میکنیم. در رابطه با اینا در درس‌های قبلی معلومات داده شد. میریم بالای استاندارد کلیک میکنیم، بالای استاندارد کلیک کردیم در اینجا وری MTLS بالایش یا دو کلیک میکنیم و یا یک از پایینش اوکی را فشار میدیم. خب برای از اینکه در این شکل ما یک چیز یک تصویر ظاهر شوه میریم در قسمت دیفولت، در قسمت دیفولت کلیک میکنیم، در قسمت کلیک کردیم بیت مپ میگیریم، از بیت مپ یک شکل را انتخاب میکنیم، خدا کنه که هر نوع شکلی باشه خالی چیز میکنیم، میریم میرم میگذاریم بالای از این قسمت هم شو میگیریم. اگر احیانا خب میگیریم همچنان یک شکل دیگه هم ترسیم میکنیم به این شکل. خب میریم اناله در این قسمت یک چیز دیگه میگیریم، یک ماتریال دیگه رو میگیریم برای کلک میکنیم. از این قسمت ما تانستیم که چیز کنیم که یک شکل داریم، در این قسمت ما میتونیم که یک رنگ بدیم. خب بیاییم در قسمت ریفلکشن، در قسمت ریفلکشن که بسیار مهم است. ببینید حالا در این قسمت قالین که هست فقط قالین است، یعنی ما نمیتونیم که یک شکل سایه همی دیوار در روی خود قالین ببینیم. مثلا اگر ما استفاده میکنیم از در مرمر بر ما بهتر فهمیده میشه، یک پلن ترسیم میکنیم، یک پلن ترسیم میکنیم، میریم ایره هم در این قسمت ایره یک تغییر رو میتیم به این اندازه میشکل بالایش میگیریم. خب پلن انتخاب میکنیم، میریم از این قسمت ماتریال میگیریم، وری میگیریم، ورنتیل اوکی میکنیم، بعد از اون میریم از این قسمت یک تنگ مرمر بسیار زیبا رو انتخاب میکنیم، مثلا نمی مرمر اوکی میکنیم. اوکی میکنم. ببینین زمانی که ما بولای ازی گذاشتیم مرمر برای ما ظاهر میشه. مرمر که ظاهر شد کمه چیزش هم کوچکتر میسازیم. شکل مرمر برای ما بگیریم. خب بعد از اون میریم بالای قسمت چیزش کلک میکنیم Go to Parents. در این قسمت خب ما شکل برش انتخاب کردیم، میرین در این قسمت بالای ریفلکشن کلیک میکنیم، بالای ریفلکشن که کلیک کردیم ایره یک قسمت پایین داریم اوکی میکنیم، اوکی کردیم باز از جا هم شو میکنیم، از جا میرین نشان میدیم. ببینین در قسمت ریفلکشن، در قسمت ریفلکشن بر ما امید توانایی رسا انداد که سطح مرمر آنقدر شفاف بسازم اونای نهاینده تا ایک قالین داخل از اینا دیده شود. اگر ما اصلا احیانا بریم قسمت ریفلکشن بالا ببریم، باز هم بریم رندر بگیریم، برای ما او شکل نشان نمیده، یعنی مرمر فقط صاف مرمر نشان میده، چیزی به سطحش صاف نشان نمیده که دو دیوارها هم دیده شود. اگر خواسته باشم که دیوار رو دیده شود این قسمت میمیره کمی پایین میکنه، بریم رندر میگیریم، برای ما این تغییرات.
خب یکی از خوبی هایش بود. خب در این قسمت ما همچنان میریم یک شکل دیگر انتخاب میکنیم، شکل دیگر انتخاب میکنیم، میریم در این قسمت هم بری برش میگیریم، بری اوکی میکنیم. خب قسمت دیفولت ها براتون گفتیم و قسمت رفلکشن هم براتون گفتیم. این حاله در این قسمت ما میخواییم که اگر ما خواسته باشیم که یک آینه که در او روی میبینن یا یک آینه چیز بکنیم، ترسیم بکنیم، خواسته باشیم که یک آینه ترسیم بکنیم، چه قسم ما میتونیم از بره استفاده بکنیم. خب بریم یک باکس ترسیم میکنیم، یک باکس ترسیم میکنیم به شکل، به شکل دیره میرین در داخل از این قرار میتیم به شکل که به شکل بره هم چیز شما معلوم شما میرین در این قسمت یکی از اینا رو انتخاب میکنیم، بره انتخاب شده میرین در قسمت پایینی، در قسمت پایینی میرین مپ انتخاب میکنیم، در قسمت مپ گرفتیم نام، در قسمت نام گرفتیم، در این قسمت چی میکنیم؟ فلت میرور، فلت میرور که گرفتیم اوکی میکنیم، اوکی که گرفتیم میره میگیریم در این قسمت میکنیم، در این قسمت که گذاشتیم بریم از قسمت رندر میکنیم. اونا بر ما چی کرد؟ یک شکل آینه را نشان داد، یعنی شکلش واضح و منظم مثل یک آینه معلوم میشه. ما میتونیم که از این قسم یک آینه همچنان ترسیم بکنیم. خب همچنان ما میتونیم که تکنیک های دیگه ایره که در قسمت ماتریال ما خواندیم، ما میتونیم که در اینجا هم ما از اونا چیز بکنیم، استفاده بکنیم. اما در اینجا ببینید در شکل بر ما آینه مانند یک آینه نشان میده، اما زمانی که رندرینگ میگیره بر ما مثل یک آینه نشان میده. بر ما مهم هم همین رندرینگ است، چرا که هر چیزی را که ما ترسیم میکنیم بعد از او از رندرش استفاده میکنیم، یا از اون چیزی که حاصل بر ما میده از اونش بر خود استفاده میکنیم. خب ای بود. خب در قسمت آینه، در آینه برای ما زمان خوبتر ای را همچنان قابل یادآوری میدانم که یا باید یادآور شویم که زمان برای ما آینه نتیجه خوب میده که در این قسمت، در این قسمت رفلکشن، در قسمت رفلکشن این در این قسمت قرار داده شده باشه. هر قدر پایین بره برای ما آینه ما شفافتر شده میره. اما اگر زمان این قسمت رفلکشن ما در بالاترین نقطه قرار داده شده باشه برای ما آینه نتیجه نمیده، یعنی زمان خواسته باشه ما آینه ترسیم بکنیم قسمت ریفلکشن هم در پایین باید ما قرار بده. خب این بود بعض تکنیک ها و تکتیک ها در رابطه با بریک ما ایره ما مورد مطالعه قرار دادیم. دیگه تکنیک هایی که مورد ماتریال مورد مطالعه قرار گرفته شده شما همچنان میتونید در این قسمت برای هم چیز بکنید، تطبیق بکنید که همه از اینا تشریح شده است. خب اگر خواسته باشین که از گروپ های وره استفاده بکنین، برین در قسمت کلیک میکنین، بالاش کلیک میکنین، وره میگیرین، از قسمت یک گروپش میگیرین، ببینین که بسیار یک شکل منظم و خوبتر برای ما چیز میکنن، ظاهر میسازن. اما چیزی که در اینجا هم قابل یادآوریست، ببینین زمانی که ما ایره ترسیم کردیم همین چوکات و گروپ، چوکات و گروپ در قسمت بالایی آمده، همی باید نبیایه، باید نمیایه. اگر ما مثلا خواسته باشیم که چوکات و گروپ یکمه و بزرگتر بسازیم و روشنیش هم زیادتر میشه، اما ببینین خانه ما را کاملا چیز میکنه، تقریبا پت میکنه چون چوکات و گروپ زیاد است. باش که بید تایی مرحله در خلاص شما ببینین خانه را پت میکنه، بخاطر از اینکه همه بر ما نشان داده نشه چی میکنیم، بالای خوری گروپ کلک میکنیم، در قسمت میرین، در قسمت مودیفایش، در قسمت مودیفایش میرین، در قسمت پایینی یک گزینه هست همون را کلک میکنیم، اینه در بنامه انویزیبل، انویزیبل بالاش که کلک کردیم باز که بریم رندرینگ میگیریم بر ما او را باید از بین ببریم، رندر یک مرحله را در بر میگیره یک مدت زمانه، چون روشنی زیاد است ایره به شکل بسیار سفید نشان میده. ما میتونیم که روشنی همچنان تنظیم بکنیم. خب و هدف ما از بین بردن همو قاب یا همو بادی گروپ بود که اینجا نشان داده شد. خب همچنان میتونیم که ما از کمره های از هم استفاده بکنیم، از برندر قسمت کلیک بکنیم، از قسمت کمره بالا از راست بالا از کلیک بکنیم،
پنجره ها باز میشن، فری را بگیرن، فری در اینجا فیزیکال کمره است یا فیزیکال کمره. خب میگیرن بالای ازی، خب میکنن به شکل. خب دوباره شکل ما را کوچک میسازن. کامره ها با در درس های بعدی مورد مطالعه قرار گرفته میشن، اما این هدف ما از کمره چیز است. فری آل دبلی را میگیرین، صفحه را به چهار بخش برای ما تقسیم کنن. صفحه که بر چهار بخش تقسیم شد، یکی از صفحات را انتخاب میکنیم، چیز میکنیم که بالایش جی را فشار میتیم که از بین ببره جدولش، بعد از اون سی را فشار میتیم که به کمره تبدیل شود یا کمره سی را فشار میتیم، فقط سی را. اگر تعداد کمره ها زیاد باشه باز یک جدول برای ما باز میشه که از اون ما میتونیم کمره خود را انتخاب کنیم، کمره درخواه خود، کمره یک، کمره دو، کمره سه. خب انال ببینین با تغییرات آوردن در این قسمت، در این قسمت ما میتونیم که در این قسمت تغییرات وارد بکنیم. خب در این قسمت F سیر فشار میدیم، یا در بعضی از کمپیوترها FN سیر فشار میدیم که بر شکل چیز بر ما تبدیل شوه، شکل جسمی. اینو ببینیم به این شکل. خب میرین کامره را منظم انتخاب میکنیم. خب از این قسمت، از این قسمت تارگیت شو طرف کردیم که یک ذره انتقال کامره برای ما آسان شود. اینا ببینین به این شکل. خب باش کاله گفتیم ریکارد با من چند نیچرخه کاله. ببینیم با تغییر آوردن در قسمت کمره در قسمت هم تغییر میره. شایش یک کمی خورده بزرگ میکنیم به شکل. خب موقعیت کمره را میتونیم که ما بسا پیش ببریم به شکل. دوباره یک کمی خب تنظیماتش نظر به چیز خود ماست، سلیقه ما. خب اینال بالا از کلیک میکنیم، میرین در قسمت بالای صفحه که همو چیز کامره را، نتیجه کامره را برمان نشان میده. و در این قسمت هم ببینین بالای زمانی که شما بالایش کلیک بکنین اینجا فری کامره نوشته شده. ببینین فری کامره، فری کامره به شکل چیز زرد نشان فیزیکالی، فری فیزیکالی کامره بالایش کلیک بکنین. در این قسمت هم اگر تعداد کامره ها زیاد باشه در این قسمت برتون نشان میده. خب کامره میرین در قسمت رندر میگیرین، برای ما چیز نشان نمیده، همه نتیجه برای ما نمیده. اگر برای ما بری کمره نتیجه نداره چی میکنه، میریم بالای خود کمره کلیک میکنیم، میریم در قسمت پایینی همونطور پایین میریم اینجا یک چیزی را پیدا میکنیم. خب خب چیزی به نام شطر وجود دارن، همین شطر تعدادش چیز میکنیم شطر اسپید، همی چیز زیر فعلا 200 است. همی رو فکر کنه که 50 می سازیم، 50 می سازیم. میرم در قسمت باز رندر می گیریم، برای ما بسیار به شکل ضعیف اگر متوجه شوید نشان می ده. خب باز میرم بالاش کلک می کنیم، همی 50 را هم 10 می سازیم، 10 که ساختیم باز میرم رندر می گیریم، برای ما چی می کنه نشان می ده. اونو ببینه که همه اینا نشان داده شده و همه به شکل منظم برای ما نشان می ده. یعنی در فری کامره شطر بسیار مهم است. خب این بود درس امروزی ما در رابطه با وری و یک درس خاص بود که بسیار به درد بخور است. تا درس بعدی خداوند یار و نگهدارت.